شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس اشکان رضوی از اعضای جبهه ملی ایران در تهران هستیم. آقای اشکان رضوی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. من هم درود می‌فرستم به همه همیهنان عزیزم، چه داخل کشور ایران چه خارج از مرزهای ایران، و اجازه بدید که من صحبتام رو با نام ایران عزیزمون شروع بکنم، چون توی ماهای اخیر چنان این واژه نقش بسته توی دلهای همه مردم که در تاریخ ایران بیگمان ماندگار خواهد شد. حتماً لطف کنید و جناب اشکان رضایی بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار، به ویژه اینکه در مراسم بزرگداشت 30 تیر امسال اونچه که گذشت و آیا قادر شدن مردم و به ویژه نیروهای ملی ایران این مراسم رو برپا کنند یا چه اتفاقاتی پیش اومد، برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید. اونم با توجه به این قیام و خیزش پرشکوه ملت عزیز ایران، این حرکت افتخارآفرین که واقعا جهانی چشم بر این حرکت داره. فرمایش شما کاملا درسته جناب استاد. این روزان به انسان موقعی که میره تو خیابونها با این مردم برخورد میکنه یه انرژی مضاعفی میده. من در رابطه با 30 تیر هم خدمت رو عرض بکنم که جبهه ملی طبق برنامه همه ساله برنامه داشته برای بزرگداشت شهدای 30 تیر 1331. منتهی مراتب امسال این گرامی داشت این شهدا با توجه به شرایط بعد از انتخابات حکومت جمهوری اسلامی به گونه دیگه ای رقم خوردش. 22 همین ماه جبهه ملی فراخوانی میده برای شرکت عموم ملت ایران، در حالی که ما در سالهای پیش صورت خیلی محدود برگزار میشد. البته اون هم دلیلش بیشتر مسائل امنیتی بود که حکومت به وجود می آورد. منتهی مراتب امسال جبهه ملی یک فراخوان عمومی صادر میکنه و این فراخوان متاسفانه در خیلی از جاها با سانسور شدید رسانه‌ها مواجه میشه، به گونه‌ای که این فراخوان منتسب میکنن به جریان اصلاح طلب و یا جریانات سیاسی دیگه. شما حتی روی سایت‌ها متاسفانه این قصه اتفاق افتاده یا روی رسانه‌های تصویری خارج از ایران. 30 تیر هم بسیاری از ایرانیان علی‌رغم اطلاع رسانی بسیار محدود جبهه ملی با توجه به امکانات و بضاعتی که داشتش، تعداد خیلی زیادی از جوانان، تعداد خیلی زیادی از علاقمندان به کشورشون در میدان 7 تیر گرد اومدن. نکته جالبی من براتون بگم، شاید خیلی از همیهنانمون آگاه نباشن از این مسئله، تمام خیابونهای منتهی به میدان 7 تیر بیش از مراسمهای دیگه مملو از نیروهای امنیتی، گاردهای ضد شورش و مخصوصا لباس شخصی ها بود. آماری که دادن خیلی جالبه، آمار البته غیر رسمی هستش، میشه بهش استناد کرد با توجه به اون چیزی که خودم دیدم یا خیلی از دوستان دیگه دیدن. این مسئله هستش که حضور نیروهای امنیتی بیش از تمام مراسمی بوده که تو این یک ماه اخیر اتفاق افتاده، و این استنباط میره که وحشت از نیروهای ملی و مخصوصا جبهه ملی به عنوان
تنها آلترناتیو و تنها سازمان سیاسی منسجم داخل ایران، علیرغم همه اون محدودیت‌هایی بوده که طی این سه دهه روی جبهه ملی و نیروهای اون وجود داشته، علیرغم تمام بیمهری‌هایی که خیلی از سازمان‌های سیاسی دیگه، خیلی از گروه‌های سیاسی دیگه و خیلی از حکومت‌های متأسفانه کشورهای غربی نسبت به جبهه ملی در اطلاع رسانی برنامه‌های جبهه ملی دعوا داشتن. متاسفانه از توقف نیروی اتوبوس‌های جبهه ملی در میدان هفته تیر که معمولاً هر سال برای شرکت در مراسم شهدای سی تیر، اتوبوس‌ها تقریباً 5-6 تا اتوبوس دور میدان هفته تیر متوقف می‌شدن برای بردن اعضای جبهه ملی و دوستداران جبهه ملی یا جوانایی که سمپاتی داشتن نسبت به نیروهای ملی به ابن باوی برای حضور در مراسم مزار شهدای سی تیر. بله. که متاسفانه نیروهای امنیتی از این امر جلوگیری کردن تا اونجایی که حتی حضور 2 تا 3 نفر از جوانا توی خیابون به هیچ عنوان امکان پذیر نبود. تعدادی از اعضای جبهه ملی با وسیله اتومبیل‌های شخصی خودشون به ابن باوی رفتن. بعد از ادای احترام به شهدای سی تیر، هنگام خروج از ابن باوی تعدادی از این دوستان ما متاسفانه بازداشت شدند. و نکته، حالا اگر اجازه بدید که من اسامی این دوستان تا اونجا که تو ذهنم باشه من براتون بگم. لطف کنید بفرمایید. دکتر حسین مشهدی، عضو دفتر پژوهش‌های هیئت رهبری جبهه ملی. آقای مهندس حسین عزت‌زاده، از اعضای شورای مرکزی. آقای علی قادری، آقای محمد ظاهری، آقای رباطی، آقای غلامزاده، آقای کومیلیان، آقای حسین ریاهی از بزرگان کمیته بازار. این اسامی که حالا من حضور ذهن داشتم براتون عرض کردم که تعداد بیش از این بودش، که این دوستان رو بازداشت میکنم و تقریبا چند ساعتی هم در اداره اماکن شهر ری این دوستان بازداشت بودن، که هلوش ساعت 12 شب این دوستان رو با گرفتن بازجویی و نمیدونم عکس و این مسائل رها میکنن، که خوشبختانه مسئله خاصی برای این عزیزان پیش نمیاد. بله. بله. حالا باز اگر سوال خاصی در این رابطه بود که من در خدمت شما. خواهش میکنم. اولا این سی تیر به واقع اولین حرکت اعتراض‌آمیز ملت بعد از این سخنرانی آقای رفسنجانی بود. یعنی بعد از این مدت بعد. و بعد هم در این روز این هشدارها و بعد این تهدیدهای نظام حاکم هم خیلی زیاد بود، این رژیم حاکم بر ایران خیلی زیاد بود، دستگاه امنیتی شده رو و حتی اعلام کرده بودن که در روز سی تیر هر نوع تجمع غیر قانونی است. خیلی بی‌شرمی است که آدم در روز بزرگداشت یا گرامیداشت شهدای یک ملت رو تجمعاتش رو غیر قانونی اعلام کنه، و این دقیقا نشانگر حضور یک دولت نظامی دیکتاتور ضد ملی است. موضوع دیگر هم اینه که رادان هم گفته بود که هر نوع تظاهرات مخالف است و غیر قانونی است. حالا میخواستم لطف کنید بفرمایید که برخوردها چگونه بود؟ به نظر میرسد محتوای خود برخوردها هم خیلی خشن بوده. دقیقا جناب یوسف ساده، متاسفانه خب از 22 خرداد بعد از انتخاباتی که خود حاکمیت مدعی برگزاری یک انتخابات آزاد و نه تقلب بله بر اساس نمیدونم چارچوب‌های دموکراسی، البته این ادعایی که حکومت داره، متاسفانه برخوردها بی نهایت خشن، برخوردها بی نهایت وحشیانه بوده با ملت معترض ایران، و سی تیر این برخوردها شدتش دو چندان میشه.